موسی باید وارث سلطنت مصر و تمام خزانه های آن میگردید. وقتی موسی بزرگ شد، نزد خیشان خود که برده بود رفت، در حالی که کارهای سخت و شاقه آنها را مشاهده میکرد. یک نفر مصری را دید که یک برده اسرائیلی را میزند. وقتی موسی دید که کس متوجه او نیست، آن مصری را کشت و جسدش را زیر ریگها پنهان کرد. اما فرعون از کشته شدن مرد مصری خبر شد و امر کرد که موسی را بگیرند و بکشند. پس موسی به سرزمین مدیان فرار کرد. 40 سال گذشت و بنی اسرائیل هنوز هم از بردگی می نالیدند و ناله آنها به گوش خدا رسید. خدا پیمانی را که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود محترم شمرد. موسی حالا چوپانی می کرد. روزی در حالی که در بیابان گله را می چرانید، ناگهان فرشته خداوند در میان بته بر او ظاهر شد. موسی با تعجب دید که بته شعله‌ور است اما نمی سوزد. موسی با خود گفت باید بروم و آن منظره عجیب را از نزدیک ببینم و علتش را بدانم که چرا بته نمی سوزد. وقتی موسی به بته نزدیک شد، خدا از میان بته به او ندا داد: موسی، موسی. موسی جواب داد: لبیک. خدا فرمود: نزدیکتر نیا، کفشهایت را از پا بکش، زیرا زمینی که بر آن استاده‌ای مقدس است. من خدای پدرانت ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم. موسی روی خود را پوشانید، زیرا می ترسید که به خدا نگاه کند. خداوند خدا به موسی فرمود: من رنج و مصیبت قوم خود را در مصر دیدم، ناله و فریاد آنها را شنیدم و از غمهایشان آگاهم. حالا آمدم تا آنها را از دست مصریان نجات داده و سرزمینی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. پس تو را نزد فرعون می فرستم تا قوم من، یعنی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. موسی گفت: من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ وقتی به بنی اسرائیل بگویم که خدای اجدادتان مرا فرستاده است و اگر از من بپرسند که نام او چیست، من به آنها چی بگویم؟ خدا فرمود: هستم آن که هستم. به آنها بگو: یهوه هستم مرا فرستاده است. موسی عرض کرد: من سخنران فصیح و خوب نیستم و برعلاوه لکنت زبان هم دارم. خدا فرمود: چه کسی به انسان زبان را داده است؟ آیا نه من که یهوه هستم؟ حالا برو و چون برادرت هارون سخنران خوبی است، سخنگوی تو خواهد بود و من به هر دویتان تعلیم خواهم داد که چه باید بگویید. وقتی به مصر برمیگردی، در برابر فرعون معجزات نشان خواهی داد، اما من دل فرعون را سخت میسازم تا او مانع رفتن مردم شود. تو باید به فرعون بگویی که یهوه میفرماید اسرائیل پسر نخست زاده من است، پسرم را آزاد کن تا مرا عبادت نماید، و اگر از رها کردنش سرکشی کنی، بدان که پسر تو را میکشم، حتی پسر اولباری تو را. پس موسی و هارون نزد فرعون رفتند و پیام خدا را به او گفتند که یهوه خدای اسرائیل میفرماید قوم مرا آزاد کن. فرعون گفت: یهوه کیست که من از او اطاعت کنم و اسرائیل را آزاد کنم؟ من نه یهوه را می شناسم و نه اسرائیل را آزاد می کنم. پس موسی برگشت و به خداوند خدا گفت: چرا مرا فرستادی؟ من نزد فرعون رفتم و به نام تو با او سخن گفتم، اما تو قومت را نجات ندادی. خدا جواب داد: من همان یهوه هستم که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم. سپس خدا به موسی توضیح کرد که به زودی خود را به عنوان یهوه خدای نجات دهنده در مصر معرفی خواهد نمود و همچنین مردم مصر را متقاعد خواهد کرد که همه باید یهوه یگانه خدای حقیقی را بپرستند و نه مخلوقات او را. بعد خدا به موسی و هارون فرمود: نزد فرعون بروید و هارون عصای خود را به سوی آبهای مصر دراز کنند. آنان طبق امر خداوند عمل کردند و هارون با عصای خود ضربه بر رود نیل زد و آب آن تبدیل به خون شد. تمام ماهی ها مردند، آب گندید و در سراسر مصر مردم نمی توانستند آب بنوشند. خدا بار دیگر به موسی فرمود: نزد فرعون برو و به او بگو که یهوه می فرماید قوم مرا آزاد کن که بروند و مرا عبادت کنند،
اگر سرکشی کنی کشورت را از بقه ها پرخواهم کرد. اما هون باز هم قبول نکرد. بقه ها سرزمین مصر را پر کردند. آنگاه فرعون موسی و هارون را فرا خواند و گفت بروید و از خداوند یهوه درخواست نمایید که این بقه ها را از کشور ما دور کند و من وعده می دهم که قوم اسرائیل را آزاد کنم تا بروند و خدای خود را عبادت کنند. اما وقت فرعون دید که از بلای بقه رهایی یافته، همان طوری که خدا فرموده بود باز هم دلش سخت شد. پس خدا بلاهای دیگری بر سرزمین مصر نازل کرد و فرعون هر بار درخواست می کرد که بلاها دور شوند. درخواست او قبول می شد ولی باز هم به وعده خود وفا نمی کرد. پس خدا خاک سراسر مصر را به پشه ها تبدیل کرد و پشه ها بر مردم و حیوانات حمله کردند. آنگاه جادوگران مصر به فرعون گفتند این کار یهوه است. بعد خدا خیل های مگس را بالای فرعون و درباریان او فرستاد. او بلای وحشتناک را نازل کرد تا تمام رمه و گله های مصر از بین بروند، ولی به قوم اسرائیل و رمه و گله آنها آسیب نرسید. موسی در برابر فرعون ایستاده و خاکستر را در هوا پاشید. آنگاه در بدن تمام مردم مصر و حیوانات دمل‌های دردناک به وجود آمد. سپس خدا به مردم مصر هشدار داد که ژاله مهیب از آسمان بر مصر خواهد فرستاد. همه کسانی که به کلام خدا ایمان داشتند، خادمان و مواشی خود را در خانه های خود پنهان کردند. ولی آنهایی که به کلام خدا گوش ندادند، خادمان و مواشی خود را در صحرا رها کردند. آنگاه ژاله یک جا با آتش از آسمان بارید و خرابی عظیمی به وجود آمد. تنها در منطقه جوشن که بنی اسرائیل در آن زندگی می کردند، ژاله نبارید. بعد خداوند بلای ملخ را فرستاد که همه جا را گرفت، قسمی که سرزمین مصر تاریک شد و ملخ‌ها تمام نباتاتی را که در ژاله تلف نشده بودند خوردند و هیچ گیاه سبزی به جا نماند. پس از آن خداوند تاریکی را بر سرزمین مصر آورد. تاریکی مدت 3 روز سراسر مصر را فرا گرفت و چنان غلیظ بود که مردم نمی توانستند یکدیگر خود را ببینند و از خانه های خود خارج شوند. ولی خانه های بنی اسرائیل روشن بودند. فرعون هنوز هم اجازه نمی داد که بنی اسرائیل بروند و حتی موسی را تهدید کرده گفت از نزد من دور شو، اگر بار دیگر با من روبرو شوی کشته خواهی شد. موسی جواب داد راست گفتی، روی تو را دیگر نخواهم دید. سپس خداوند خدا به موسی فرمود یک بلای دیگر بر سر فرعون و سرزمین مصر می آورم. آن وقت فرعون قوم مرا رها خواهد کرد. این بلا مرگ را بر تمام نخست زادگان مصر خواهد آورد. از پسر اولباری فرعون تا پسر اولباری غلامی که در سیاهچال زندانی بود. در سراسر مصر چنان شیون و فریاد برپا خواهد شد که نظیر آن هرگز شنیده نشده است. و تمام مردم اسرائیل بگو که هر خانواده یک بره بگیرند. بره باید نر، تاله و بی عیب باشد. هر خانواده بره خود را در 14 این ماه قربانی کنند. یک جارو بوته را گرفته در خون آن غوطه کرده، خون را بالای چوکات دروازه و چوکات دو طرف آن بپاشند. هیچ کس نباید تا صبح از خانه خارج شود. در همان شب گوشت بره را بریان کنند، اما هیچ یک از استخوان آن را نشکنند. گوشت بره باید با نان فطیر خورده شود، زیرا این عید فصح، یعنی عید عبور است. زیرا امشب از سرزمین مصر عبور می کنم و تمام پسران اولباری مردم مصر و اولباری های حیوانات آن را خواهم کشت. من همه خدایان آنها را مجازات خواهم کرد تا بدانند که من یهوه خدا هستم. خونی که شما بر سر دروازه هایتان می پاشید نشانه خواهد بود، زیرا وقتی من خون را ببینم به هلاک کننده اجازه نمی دهم که به خانه ایتان وارد شود و به شما آسیب نخواهد رسید. هر سال مراسم شام نان فطیر را به یاد بود این روز و به نام عید فصح به جا آورید. پس بنی اسرائیل قراره که خدا به موسی و هارون امر فرموده بود عمل کرد. همان بود که خداوند خدا در نیمه شب تمام پسران اولباری را در سرزمین مصر کاشت.